آقای الفک، بحث عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل بسیار جدی شده. در این حال جمهوری اسلامی هم با عربستان رابطه بهتری پیدا کرده، نزدیکتر شدن. تحلیل شما از این دو سو بازی کردن عربستان چیه؟ ببینید، بسیاری از کشورها با اسرائیل رابطه دارن و با جمهوری اسلامی هم رابطه دارن. در نتیجه رابطه با اسرائیل نمیتونه ملاک رابطه جمهوری اسلامی با دیگر کشورها باشه. در این صورت جمهوری اسلامی باید رابطه خودش رو با بسیار از کشورها قطع کنه. با ترکیه باید قطع کنه. کشورهای دیگه در منطقه رابطه داره و مصر قرارداد صلح داره. جمهوری اسلامی در حال خیز برداشتن برای برقراری روابط با قاهره هست. در نتیجه به نظر من ملاک رابطه با اسرائیل به عنوان سنجش نوع رابطه جمهوری اسلامی با دیگر کشورها ما رو به یک بن‌بست میرسونه. در واقع در صورت پادشاهی سعودی هم رابطهش با اسرائیل کاملا واضح اساس طرح دو دولت، در صورتی که اسرائیل طرح دو دولت رو بپذیره، در صورتی که اسرائیل بخواد جنگ غزه رو متوقف بکنه، همه اینا شرط هایی هستن که از طرف ریاض مطرح شدن و بارها هم مورد تأکید قرار گرفته. در کنفرانس سران عرب که در بحرین برگزار شد، بار دیگر کشورهای عربی و در رأس اونها پادشاهی سعودی روی طرح دولت و بیشتر از اون روی مسئله به رسمیت شناختن دولت خودگردان فلسطین به عنوان نماینده ملت فلسطین در سازمان ملل متحد به عنوان یک عضو کامل تأکید شده. البته پر واضحه که آقای الفک، ببخشید سعودی از سال 2000، ببخشید من قطعتون میکنم چون به همین موضوع اشاره کردی. حالا اگر این عادی سازی روابط انجام بشه، چون امتیازهای زیادی هم آمریکا داره میده از جمله نیروگاه‌های اتمی و غیره و غیره داره میده و صحبت سر این هست که این عادی سازی روابط به زودی انجام خواهد شد، اما این عادی سازی روابط با اسرائیل در منطقه چقدر وضعیت جمهوری اسلامی رو به خطر میندازه؟ مسلما ببینید، به نظر من عادی سازی روابط با اسرائیل در حقیقت معیاری خواهد بود برای اینکه آیا جمهوری اسلامی طرح دو دولت رو میپذیره یا طرح دو دولت رو رد می‌کنه. در صورتی که جمهوری اسلامی طرح دو دولت رو که اکثر کشورهای عربی تعیین کننده پذیرفتن نپذیره، در حقیقت به عنوان یک تک صدا در منطقه خواهد بود، چون عرب ها که در حقیقت اولا هستند در رابطه با مسئله فلسطین و خود حتی فلسطینی ها و حتی بیش از اون بگم در خود حماس هم بحث سر این هست که طرح دو دولت آیا باید پذیرفته بشه یا نه، و صداهایی هست که میخواد به پذیر این مسئله رو. در نتیجه به نظر من در این حالت تک صدایی جمهوری اسلامی در این رابطه تنها خواهد. خب برگردیم به خود عربستان. بن سلمان سنت شکنی های عجیب و غریبی کرده. اولین شوی لباس شنا یا مایو رو با حضور خانم های نیمه برهنه برگزار کرده. اولین کلوپ شبانه موسیقی و رقص رو ادعا کرده که اصلا قطب گردشگری جهان رو تغییر خواهد داد. این باز کردن فضای اجتماعی چه تأثیری بر کشورهای منطقه میذاره؟ ببینید، فقط مسئله تأثیر روی کشورهای منطقه نیست. مسئله اینه که پادشاهی سعودی زمینه های گردشگری بسیاری داره و کشور هم در راه تحول از نفت به عنوان تک منبع درآمد در کشور داره به طرف تنوع منابع درآمد حرکت میکنه. گردشگری نقش بسیار مهمی در این کشور داره. پادشاهی سعودی فقط یک صحرا نیست. شما شاید باور نکنید که مثلا جنگل ها در پادشاهی سعودی، دره ها، رودخانه های پر آب در مناطق جنوب غربی کشور، در شمال غربی کشور مناطق برفی، کوهستانی، ساحل‌های مرجانی، اضافه بر اون البته توریسم مذهبی هم وجود داره. در نتیجه این صنعت مهم که امروز میتونه نقش اساسی در درآمدزایی در کشورها داشته باشه، نیاز به یک فضای باز اجتماعی داره. این فضای باز اجتماعی هم بیشتر در مناطق توریستی خواهد بود. حتی مسئله مثلا فروش مشروبات الکلی ویژه غیر مسلمانان خواهد بود، همونطور که در امارات هم اینطوری بوده که مشروبات غیر الکلی به کشورهای به غیر مسلمانان فروخت میشه. اما در هر صورت فضای باز اجتماعی زمین ساز
اقتصاد لیبرال و حتی جامعه لیبرال خواهد بود. با بستن یک فضای اجتماعی، فضای لیبرال و فضای اقتصادی هم بسته میشه. آیا الفک حدود یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. چین نفوذ عجیب غریبی در منطقه خاورمیانه داره. پیش از اونم روسیه این نفوذ رو داشت. آیا آمریکا قصد داره جریان بازی رو تغییر بده یا پذیرفته که از نفوذش به شدت کم شده و تلاش داره یه جورایی مسالمت آمیز با این فضا کنار بیاد؟ ببینید، رشد قطب‌های مختلف قدرت در جهان بر اساس رشد اقتصادی مسلماً با عنوان یک پدیده واقعی در عصر حاضر مطرحه و کشورها هم رابطه‌شون رو با این قطب‌ها بر اساس منافع خودشون تعریف می‌کنن و تنظیم می‌کنن و اون رو دنبال می‌کنن. شما ببینید در رابطه با جنگ اوکراین کشورهای منطقه به شیوه‌ای رفتار کردن که روسیه را هم از دست ندن به عنوان یک متحد نفتی. در نتیجه در رابطه با چین هم همینطور خواهد بود. به نظر من آمریکا در آغاز سعی کرد که از منطقه عقب بکشه، یک خلأ ایجاد کرد و چینی ها از این خلأ به خوبی استفاده کردن. بله، سپاسگزارم از شما مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از دبی امارات متحده عربی.